تقدیم شما میشه. با دیدن یه واله کوتاه این بخش رو تقدیمتون میکنیم. به نام خدا. سلام. بار دیگه با برنامه تازه ها در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم برنامه امروز مورد توجهتون قرار بگیره. خب با توجه به اینکه فصل مهر رو پشت سر میگذاریم، لازم دونستیم یه نکته در رابطه با کیف مناسب برای بچه ها تقدیم حضورتون کنیم و دو نکته دیگه که فهم کنم اونا مورد توجهتون قرار بگیره. پدر و مادرای عزیز دقت کنن، بلند کردن بار سنگین به مهرهای فقرات و گردنی فشار میاره. برای جلوگیری از این مسئله توصیه میکنیم ترجیحاً از کوله پشتی های بچه ها استفاده کنن که دو بند آویز در قسمت پشتشون داشته باشن و به بچه هامون آموزش بدیم که حداقل کتاب و لوازم تحریر رو در داخل کوله پشتشون حمل کنن. ضمن اینکه یک کوله پشتی مناسب باید حداکثر یک سوم قسمت پشتی فرزندتون رو اشغال کنه و حداکثر 10 تا 15 درصد وزن اونو شامل بشه. خب بریم سراغ مطلب بعدیمون. شاید این مسئله یا سوال برای خیلی از دوستان پیش اومده باشه که از چه سنی باید استفاده از ضد آفتاب‌ها رو شروع کنیم. ترجیحاً زیر 2 سال توصیه نمیشه برای بچه از کرم‌های ضد آفتاب استفاده بشه. در این سنی بیشتر میشه به صورت پوشش اونها رو از اشعه آفتاب محافظت کرد. ولی همینطور که بهترم میدونید بالای 2 سال بهترین مسئله در جلوگیری از پیری پوست و حتی خالهای پوستی و سایر بیماری پوستی استفاده از ضد آفتابه که پزشکان توصیه میکنن به صورت مرتب هر یک نهایتاً تا 2 ساعت تکرار بشه. با توجه به موضوع برنامه‌مون، مطلب آخرمونم در رابطه با عزیزان سالمنده. عزیزان سالمندی که به هر یک از بیماری‌های قلبی نظیر نارسایی قلبی، بیماری عروق کرونر و یا حتی فشار خون مبتلا هستند و دارو استفاده می‌کنند، دقت کنند که این داروها در کنار فوایدی که دارن میتونن عوارض بدی هم داشته باشن. مثلا ممکنه سطح سرومی یون پتاسیم خون رو بالا و پایین کنن و حتی باعث از دست دادن حجم زیادی آب از بدن بشن و حتی در موارد خاص میتونن مسمومیت‌های شدیدی رو به دنبال داشته باشن. پس پیشنهادی که ما داریم اینه که در مصرف داروهاشون دقت نظر کافی رو داشته باشن، به طور مرتب با پزشکشون در ارتباط باشن و حتی در خوردن مواد غذایی و خوراکی و حتی در خوردن میوه ها هم افراط و تفریط نکنن، چرا که حتی این کار هم میتونه سطح سرومی داروهاشون رو تغییر بده. خب امیدوارم مورد توجه استفادهتون قرار گرفته باشه. آقای دکتر از شما هم تشکر میکنم. ببخشید مطلب خوبی رو انتخاب کرده بودی. 3 نکته رو تو صحبت های آقای دکتر بود که امیدوارم عزیزان بیننده بهش توجه کرده باشن. زمان زمان مدرسه بچه هاست و کیف مدرسه یکی از اون مسائلیه که اگر بی‌توجهی بهش بشه ممکنه باعث درد در ستون فقرات بشه. اشاره هم کردن به کرم ضد آفتاب. من این نکته هم شاید اضافه بکنم، وقتی که تا 2 سالگی معمولا یکی از منابعی که میتونه ویتامین D بچه ها رو تامین بکنه نور آفتاب است. البته خب شرایطی وجود نداره واقعا بچه های 2 ساله رو ما زیر آفتاب خیلی بخوایم نگه داریم، ولی در همون دقایقی که هستن استفاده نکردن از کرم آفتاب میتونه جبران ویتامین D بچه ها رو بکنه. و خب مورد سوم که خیلی مهم هست، بحث مصرف دارو در دوران سالمندی است، به خاطر شرایطی که بدن سالمندان داره، کبدشون، کلیهشون، سیستم دفاعی بدنشون، ممکنه این دارو مشکلات ایجاد کنه. با توجه به مواردی که آقای دکتر هاشمیان گفتن ان شاءالله بهش توجه خواهیم کرد. ضمن تشکر از آقای دکتر هاشمیان، ادامه برنامه رو در حضور شما پی می‌گیریم. خب درباره سالمندی باهاتون صحبت می‌کنیم. جناب آقای نوروزی، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه، مهمان برنامه امروز هستند. بحثی رو درباره سبک زندگی پیش کشیدیم و اینکه واقعاً چه جوری